اگه این چند تا ویدیو آخر منو دیده باشین، مخصوصا داخل یوتیوب، احتمالا متوجه شدین که کپشناش یکم حالت رسمی تره و با هوش مصنوعی اینا نوشته شده. اما بریم بهتون بگم چه تأثیری داشته. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ الان میخوام داخل این ویدیو بهتون چند تا از تجربیات خیلی مهم خودم و راجع به تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی که رایگانن، وی پی ان نمیخواد، ثبت نام نمیخواد، هیچ چیز خاصی نمیخواد، بهتون بگم که قبلا بهتون معرفی کردم، الانم باز داخل این ویدیو معرفیش میکنم. تمام تجربیاتی که داخل این ویدیو گفتم با کمک سایت poe.com. بزنین poe.com. با استفاده از این وبسایت یه دونه جیمیل میخواد، همونجا بزنین روش، ثبت نام میشه، اصلا نه کد براتون ارسال میشه نه هیچی، ثبت نام میشه و صفحش میاره، وی پی ان هم لازم ندارین داشته باشید. بعد از اینکه وارد شدین، از سمت چپ یه منوی داره که چند تا چت بات داره. طبق تجربه‌ای که من دارم برای تولید محتوا و سوالایی که ازش پرسیدم، اون ربات اولیه که نوشته سیج خوبه. اون دوتای دیگه که نوشته لیمیت اکسس، اونا رو کار نداشته باشین، من نتونستم باشون کار بکنم. این رباتای دیگه چت جی پی تی هم خوبه. حالا بریم چند تا از نمونه سوالایی که من کمک گرفتم و ویدیو درست کردم و اینجا بهتون نمایش بدم. خب این هیستوریمو میخوام اینجا بهتون نمایش بدم. این خود چت جی پی تیه که اینقدر میگن خفنه و اینا، میخوام بگم که یه جاهایی ایراد داره. یه ایرادی که داره، وقتی شما در مورد اطلاعات گوشی ها میپرسین و یا مقایسه گوشی ها، یکم بعضی جاها درست بهتون نمیگه. اینجا رو نگاه کنین، مثلا در مورد دوربین این گوشی اشتباه گفته، در مورد ایسوز راگ فون اینجا گفته. حالا اینجا گفتم ایسوز راگ فون، اما خب این آخرین چیزی که بوده نمایش داده. یادم یه دستور دیگه ای بود همینجا، الان پیداش نکردم. یه دستور دیگه ای بود که گفته بودم در مورد یه گوشی دیگه، بازم همینجوری اطلاعات اشتباه داده بود. اصلا اومده بود به من اطلاعات داده بود، ولی من فقط گفتم ایسوز راگ فون. شاید نسخه اولیه‌شو در نظر گرفته، یا شاید هم آخرین نسخه‌شو که همون سال 2021 بوده. یه جایی که خوب عمل کرده و درست به من جواب داده، اینجا گفتم که من یوتیوبرم، ویدئوام خوب بازدید نمیگیره، چی کار کنم، چه کارهایی انجام دادم. اومده کلی مطلب برای من جمع‌آوری کرده. معمولا فکر میکنم اینا رو از مقالهایی که توی اینترنت باشه آورده، ولی اکثر چیزایی که شاید بالای 90% چیزایی که گفته بود درست بود و من ایرادی داخلش پیدا نکردم. گفته مثلا مستمر ویدئاتون رو انتشار بدین، آمارا رو چک کنین و کلی چیزای دیگه. گفته مشکلات موجود داخل ویدئوها رو شناسایی کنین، از هشتگ‌های پرطرفدار استفاده کنین و کلی چیز دیگه اینجا گفته که به دردتون میخوره. چیزی هم که من همون اوایل بهتون گفتم که این چت‌بات ها میان به شما کمک میکنن که کاراتون رو انجام بدین. مثلا توی کار تولید محتوا این چت‌بات میاد به من کمک میکنه که خیلی از محتواهایی که میخوام بنویسم یا میخوام خود محتوا یا توی تحقیق کردن به دست آوردن محتوای ویدیو اینجوری بهم کمک میکنه. حالا یه مثال دیگه‌ش هم براتون این پایین بزنم. یه دونه دستور که اینا بهش میگن پرامپت، یه دستوری که توی چت جی پی تی برای تولید محتوا بهتون کمک میکنه، باید اینو بنویسین. این پیشنهاد خودش بود. آیا میتوانید برای ویدئویی با موضوع داخل دوتا کوتیشن، اینا بهش میگن کوتیشن، این دوتا خطی که اینجوریه، یک مثلا دسکریپشن سئو شده به من ارائه بدین، یا مثلا ویدئویی یا همچین چیزی بنویسین برای شما. اینجا اومده خیلی خوب جواب منو داده. اگر اشتباه نکنم اینجا هم یه سری ایرادات داشت، حالا من دقیق حفظ نیستم مشخصات گوشی ها رو که الان بهتون بگم، ولی خودتون بزنین میفهمین. اینجا رو نگاه کنیم من چه مدلی نوشتم. گفتم که برای این ویدئویی که ساختم در مورد تلگرام، برین توی یوتیوب هم هست. اولش که ازش خواستم یه توضیحات یا همون دسکریپشنی به من بده، بعدش گفتم یه چند تا تگ بگو میخوام ویدئومو داخل یوتیوب منتشر کنم. بعضی تگاش به درد نمیخوره، مثلا تلگرام خوبه، مشکل ارسال نشدن کد تلگرام خوبه و راه حل مشکل تلگرام اصلا به دردتون نمیخوره، مشکل عضویت در کانال تلگرام، اینا خوبه، ولی بعضیاشو نیاز داره تغییر بدیم، بعضیاش هم به درد نمیخوره. این مدلیه کلا.
هم واسه آپارات استفاده کردم هم واسه یوتیوب استفاده کردم و باعث شده که بازدیدا نسبت به ویدیوهای قبلی بهتر بشه. این نشون میده که یه سری کلمات کلیدی اومده داخل اون متن توضیحات ویدیو اضافه کرده. اینجا رو نگاه کنین، گفتم من یه ویدیو تو آپارات دارم با این عنوان، یه متن SEO شده به من بگو. اینجا گفته یه سری چیزای کلی رو گفته بود که من اومده بودم برای افزایش کیفیت عکس و فیلم از دو تا نرم افزار لنسا و اینشات استفاده کردم. بعد حالا در مورد مثلا این نرم افزار نیومده بود به صورت اختصاصی به من بگی. اینجا گفتم یه سری توضیحات برای دسکریپشن ویدیو بده که توش نرم افزار لنسا رو معرفی کردن. اینجا خیلی خوب این نرم افزار رو به من معرفی کرد. حالا بهش گفتم که همین متن رو برای من خلاصه کن تا من توی آپارات ازش استفاده کنم. اینجا نگاه کنین که چقدر این متن بالایی رو نگه دارین بخونین، این متن پایین هم نگاه کنین که چقدر خلاصه و خیلی تر و تمیز اومده به من گفته. گفتم که داخل همین توضیحات ویدیو میخوام از این شات هم استفاده کردم. احتمالاً یه ترفند دیگه بوده که من داخل ویدیو نگفتم، اما این قسمت آخرش گفته که میتونین، یه جایی گفته اینجا گفته که میتونین شدت نور رو چیزای دیگر رو دستکاری کنیم و کیفیت ویدیو رو ببریم بالاتر، همون چیزی که من داخل ویدیو توضیح دادم. پس اینجا این چت‌بات ها برای معرفی کردن نرم افزار و وبسایت ها، اگه توضیح میخوان مثلا در مورد یک وبسایتی، میتونه به شما کمک کنه که خیلی بهتر اون وبسایت رو معرفی کنی، چیزی که اینجا من استفاده کردم ازش. رفقا اینم بود از یه مثال واقعی که خودم استفاده کردم. داخل ویدیو قبلی هم برید نگاه کنی میبینی که این متن رو من چجوری ویرایش کردم و چجوری ازشون استفاده کردم. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه.